راستی بالان موشه مراشه ایلد یعقوب روغنها و فتیلهایی که مناسب هستن و کاشر هستن برای روشن کردن چراغ هنوکا. تمام روغنها و فتیله ها کاشر هستن برای روشن کردن چراغ هنوکا، با وجودی که اون روغن یا فتیله به خوبی جذب هم دیگه نمیشن و نور مناسب و خوبی رو ایجاد نمی کنه، برخلاف چراغ شعبات که باید روغنی باشه که خوب جذب فتیله بشه و فتیله از جنسی باشه که روغن رو خوب جذب کنه که نور واضح و شفافی داشته باشه، اینجا این اهمیت رو نداره. با این وجود روغن زیتون میسوای ارجح هست به خاطر که نورش کاملا زلال و شفاف و خوبه و همینطور ارجحی که فتیله رو از پنبه درست کرده باشن. روغن زیتون خب شبیه اون چیزی هم هست که در بتمیداش بوده و به همین خاطر منتخب و ارجح است. و در جایی که روغن در دسترس نیست یا روغن خیلی گرونه براش امکان پذیر نیست که روغن زیتون خریداری بکنه، اون از روغنهای دیگه و تا اگه اونم در دسترس نبود از شمع استفاده میکنه، شمعای امروزه که پارافینی هست و نور کاملا مناسب و خوبی داره. کسی که آماده کرده شمع‌ها رو برای اینکه روشن کنه چراغ‌های هنوکا رو و چسبونده اونها رو در جاشمعی برای نیاز روشن کردن و یه دفعه حالا روغن براش مهیا شد، روغن زیتون، شمع‌ها رو کنار بذاره و روشن بکنه فقط با روغن که اصل میسوا با روغن، چرا که خود معجزه هم که درخت در بتمیداش در روغن بوده. و حتی اگه آورده نشده برای روغن زیتون بلکه سایر روغن‌های دیگه و قبلا هم چسبونده بوده شمع رو، با این وجود رها بکنه اونها رو، شمع رو کنار بذاره و روشن بکنه با فتیله و روغن که این شکلی میسوای ارجح هست و بهتر هست. فتیله هایی که به صورت شناور هست که امروز حالا مرسوم هست، معمول هست، در دسترس هست که قرار میگیره بر سطح روغن، با وجود که خود فتیله یه لایه روکه شده با موم و در ابتدایی که روشنش میکنن در واقع اون مومه که سوخته میشه، پارافینه که سوخته میشه و بعد از اون از کالا فتیله روغن جذب کرد و فتیله سوخته میشه و با وجود که پاورجاس برای ما که خود اصل روشن کردن همون لحظه روشن کردن و برافروخته شدن فتیله است که میسال انجام میده، مزالک همه اینها محسوم میشه یک روشن کردن و چنین فتیلای شناوری هم کاشه برای اینکه روشن کنن چراغای هنوکا رو با اونها لختیلا و ارجح. ترجیحاً روشن نکنه بخشی از چراغای هنوکا رو با روغن، بخشی دیگر رو با شمع. مثلا شب پنجم هست و 5 تا چراغ روشن کنه، اینجوری نباشه که 2 تاشو با روغن روشن کنه 3 تاشو با شمع، بلکه یکسان باشه. اگر امکان پذیر براش همه رو با روغن روشن کنه و اگر نه همه رو شمع روشن بکنه. مزالک موقعی که روغن خیلی گرونه میتونه که روشن کنه فقط شمع واجبی که شمع جدید امشب هست، گفتیم شمع رو از راست به چپ میچینیم، اون شمعی که دست چپ قرار میگیره که جدید از امشب اضافه شده اون شمع خوباست، چراغ خوباست، اون رو با روغن زیتون روشن کنه و بقیه شمع‌ها رو از سایر روغن‌های دیگه و حتی چنین حالتی میتونه برای بقیه از شمع روشن کنه. نظر بسیار از بزرگان این است که انجام وظیفه نمی‌کنن با روشن کردن چراغایی که برقی هستن و لازمه که دقت بکنه که حتما از روغن و فتیله یا شمع استفاده بکنه شبیه اون چیزی که در بتمیداش بوده که معجزه بر روغن واقع شده. و در مورد روشن کردن حالا چراغای لامپ برق در واقع به جای چراغای هنوکا خودشو وارد شک کرده، شک برخال بطالا، بنابراین اگر در جاییست که دسترسی نداره، روغن دسترسی نداره، شمع دسترسی نداره و فقط حالا مثلا تو هتلی مسافرت جایی از برق هست، لامپ برق رو روشن بکنه ولی روش براخا نگه. و لازمه که لامپ برق هم وقتی به عنوان چراغای هنوکا هست
در جایی غیر معمول قرار داده باشن. همین لامپ برقی که آویزون هست که به صورت معمول به اون روشنایی استفاده میشه قابل قبول نیست، کسی با دیدن اون به یاد هنوکا نمیفته. با این وجود حتی اگه اومد لامپ برقی رو روشن کرد، چون روغن یا شمع در اختیار نداشت و بعداً تونست روغن تهیه بکنه همون شب یا شمع گیر آورد، حالا روشن کنه چراغای هنوکا رو با براخا. وقتی که قبلا گفتیم حتی در کنیسا هم نباید براخا گفت بر روشن کردن شمعدونای برقی. همینطور انجام وظیفه نمی‌کنن با چراغایی که با گاز روشن میشه، چون که اونجا هم فتیله نداره و اونم اگر در جایی بود که گیر کرده، نه روغن در اختیار داره نه شمعی، میتونه حالا گازو روشن بکنه بدون براخا. روغنی که حالا شک این است که یا مطمئن هستیم که از چربی حیوان تامه قاتیش کردن، از اصل دین کاشری که با چراغ هنوکا روشن کنن. با این حال ارجح است که از چنین روغنی برای چراغ هنوکا استفاده نکرد. همونطور گفتیم بهترین حالت روغن زیتونه، بعد روغنهای دیگه و نهایتاً شمع. و حتی اگه شک این است که روغن خوک هم قاطی شده، باز آسور نشده برای روشن کردن چراغ هنوکا. ضعف روغنی که حالا در باز بوده و موشی داخل اون افتاده و با وجود که حالا حجم روغنه زیاده، 60 برابر حجم موش هم هست که از اصل دین روغنه آسور نشده با این برای خوردن، با این حال ماوس شده، منفور شده و اکثر افرادش استفاده خوراکی نمی کنن. چنین حالتی رو برای چراغ هنوکا هم استفاده نکنه. قول معروف روغن ریخته رو وقف مسجد نکنه. لختیلا باز به صورت ارجع نباید روشن کرد چراغ هنوکا رو با روغن زیتون اولا. اگه اومده یه قلمه از زیتون رو نشونده یا شاخه از زیتون رو تو خاک خوابونده بوده، بعد قطعش قطعه 3 سال اول اگر میوهی بده اولاست و اولا آسور به هنه آس، هیچ کنه استفاده نمیشه ازش کرد. حالا اگر اومدن از اون زیتون ها به اشتباه روغن تهیه کردن، با چنین روغنی چراغای هنوکا روشن نکنه، که با وجودی که استفاده از نور چراغای هنوکا هم ممنوعیت و ایسور داره، معذارک برای اینجا داره صرف جوی میکنه در مصرف روغنش و غیر مستقیم روغن اولای به نفع شده. ولی کن اگر در جای گیر کرده که روغن دیگه در دسترسش نیست، شمع نداره، میتونه با همون روغن اولا چراغ هنوکا روشن کنه، ولی باز مجاز به براخا گفتن نیست و باید دقت بکنه در چنین حالتی ما چراغ هنوکا رو که یه نیم ساعت اول روشن کردن حق استفاده از نور اونا نداریم، و اگه با روغن اولا روشن کرده حتی بعد از نیم ساعت هم گفتیم از چیزی که اولا هست آسول به انهاست نمیشه استفاده کرد، یا روغنی که تهش مونده باز به همیشه روغنی که اونو زیر تخت قرار دادن، تخت که شبا روش میخوابن، که میگه حالا دوتا جنبه، در جنبه رو اراها برش واقع میشه، یا از جنبه که خونه های قدیمی کف زمین خاکی بوده، اونجا مار و عقرب و ممکنه به این شکل موجوداتی بودن که بیان سم بریزن داخل روغنه، و صورت معمول اگر ماده خوراکی که سرباز هست زیر تخت گذاشتن استفاده نمی کنن، با این وجود کاشره برای روشن کردن چراغای هنوکا یا چراغ شعبات، به خصوص این دوره زمونه که کف خونه ها موزاییک سرامیک سنگ فرش شده است و دیگه مانند قدیم انقدر از این خزنده ها و جنبنده ها پیدا نمیشن، و مجاز خوراکی هایی که زیر تخت قرار داده، حالا مثلا روغنی که اگه توش یه درش بسته بوده حتی استفاده خوراکی کرد، یا اگه میوه چیزی قرار داده بوده ترجن قرار ندارم اگه قلم داده میتونه بشوره حتی استفاده خوراکی بکنه. کسی که روشن میکنه چراغ هنوکا رو با روغنی که روغن دزدیه یا غصبی هست، اجازه براخا گفتن رو اون نداره، چون که نمیشه با چیزی که آسور از تو دیده تورا، آسوره که انسان چیز رو بدوزه یا قصب بکنه، رو چیزی که قصب کرده و دوزه هست نمیتونه براخا بگه. با این وجود اگه با این کار اومد حالا رو چنین روغنی شمای ارکان روشن کرد، انجام وظیفه شده بدی اول.
همینطور کسایی که مثلا ارتشی هستن از اون روغنایی که در اختیار اونها قرار داده میشه که ماشینا رو روغن کاری بکنن یا اسلحه‌شون روغن کاری بکنن بدون اجازه حق استفاده و روشن کردن چراغای هنوکا ندارن. خود روغن رو باید توی ظرفی بریزه که محترمانه و زیبا باشه، نه ظرفی که شکسته است که این بی‌حرمتی به میسواست. و نکته آخر، لازم نیست که هر شب حالا فتیلایی که داخل روغن قرار میدن، بعضی از وقتا فتیلای شناور، بعضی از فتیلای بلنده و بعد از نیم ساعت حالا خاموش شده یا خاموشش کردن، لازم نیست که هر شب فتیل نوعی بذاره. اگر همین فتیل هم که دیشب استفاده کرده حداقل نیم ساعت روشن میمونه، مجاز که از همون رو تمیزش بکنه و برای شب بعد استفاده بکنه. ممنوعیت سوری شامل حال اون نیست. نبیان یا بنا شامل راستو سوار خول